سلام و درودی به پایان به کلی بینندگان عزیزان دل. طوری که همه ما و شما آگاهی داریم، در پیام امساله خیش اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، رشد ساحه معارف رو همچون یک ساحه افضلانک بار دیگر تاکید کردند و جهت رشد ساحه معارف دستورهای خاص دادند. با نظر داشت این دانشگاه ملی تاجیکستان نیست تصمیم گرفته است که جهت فهماندهی و تشویق و ترغیب ساحه معارف، معرفی دستاوردهای ساحه معارف در دوران استقلالیت به شهر و نواحی کشور گروه های کاری را سفربر نماید. همین است که امروز گروه کاری در نواحی ورزوب قرار دارند و ما اعضای گروه کاری روز سوی شهرک تگو و جماعت دیوت دیمالی که نواحی ورزوب داریم. راهی که ما رفته استادیم واقعا سالهای قبلی بسیار مشکلی های زیاد داشت و امروز به شرافت سیاست خردمندانه روبری مملکت که بروش سیاهی توجه خاصه ظاهر نمودند، شرایط راه به حد خوب است و ما آزادانه و به ممانعت میتوانیم که تا آخرین دهه جماعت دیوت دیمالیک رو دیدن برویم. رفتوهای ماشین ها بازگوی این است. سالهای قبلی در این راه رفت آمدی ماشین ها بسیار هم مشکل بود. در جماعت دیوت دیمالیک الحال ملاقات با مکتب بچگان و با اهل جماعتچگی دایر کرده خواهد شد و باید به بند و بستوی پیام اساسگذاری صلح و وحدت ملی که 21 دکبر سال 2021 ارائه شدند صحبت برپا خواهد شد. باوری کامل داریم که صحبت در صحبت آشکارو برگزار می شود و همزمان کلی ختم کنندگان مکتب های تحصیلات میانه عمومی جماعت دیمالیک و شهرک تگاب رو برای تیار شدنشون برای بقیدگیری در مرکز ملی تستی کارهای فهماندهی خواهیم گذارانیم. بینندگان عزیز، راهی که ما رفته استادیم راه بسوی موضع سفیدره است. موضع سفیدره موضع است که با ابتکار صاحبکاران وطنی بسیار هم زیبا و آزاده شده است و امروز سیاحان داخلی و خارجی رو قبول کرده است و شماره زیادی سیاحان رو مشاهده کرده استادیم که عظیم سفیدره برای لیژه‌بازی و دیگر بازی‌های زمستانه هستند. در مکتب‌های میانه تحصیلات عمومی جماعت دیوت دیمالیک و شهرک تباب تصمیم گرفتیم که باید به دستاوردهای دانشگاه ملی تاجیکستان در زمان استقلالیت و همچنین نقشه و چاره‌بینی‌هایی که از جانب رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان محترم قابلجان خوشبخت‌زاده، دکتر علمی اقتصاد پروفسور تایا گشتند و جهت عملی سازی باید که تمام استادان و دانشجویان کمر همت بندند سخن خواهد رفت. باوری کامل داریم که کلی داوطلبانی که امسال و سالهای آینده دانشگاه ملی رو انتخاب میکنند خطا نخواهند کرد، زیرا امروز در تمام ساحه‌های خواجگی خلق جمهوری تاجیکستان مشاهده کردن ممکن است که کلی کارمندان دستپروران دانشگاه ملی تاجیکستان هستند. از این نگاه ما با اون نظر هستیم که دانشگاه ملی تاجیکستان همچون دانشگاه نظامساز در ساحه معارف و مخصوصا در ساحه تحصیلات عالی کسبی می باشد، زیرا بیشتر دستپروران دانشگاه ملی تاجیکستان امروز در مؤسسه های عالی کسبی جمهوری تاجیکستان ایفای وظیفه می نمایند.
مسلم است که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پایبسته از روش سوهای معارف توجه کرده همزمان دانشگاه ملی تاجیکستان رو همچون بزرگترین مرکز تعلیمی و علمی کشور بودنش رو همیشه بیان می دارند و ابراز می دارند که در آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص برای کشور خدمت های شایسته را دانشگاه ملی ادا نموده است. همزمان ختم کردگان دانشگاه ملی تاجیکستان امروز در اداره و مؤسسات های گوناگون ایفای وظیفه می نمایند. غیر از این پیشوای معظم ملت ابراز می دارند که مایه افتخار و سرفرازی است که من نیز ختم کرده دانشگاه ملی تاجیکستان هستم. از این رو برای هر یک فردی که برای هر یک ختم کننده که دانشگاه ملی تاجیکستان رو انتخاب میکند این مایه افتخار به شمار میرود. نک به مکتب نزدیک شدیم و همین با همین یک سخن ثبت این لازینه رو بانجو میرسونیم. داوطلبان عزیز، به مرکز ملی تستی رفته در نقطه های بخیدگری تحت رقم 001 اختصاره دانشگاه ملی تاجیکستان، دانشگاه ملی تاجیکستان با اختصاره دمتر رو انتخاب نموید. شما برد خواهید کرد.